آقا بدترین چیزی که روان آدما رو میتونه به هم بریزه دوستان، ریاست و تزویره. این ویدیویی که دارید میبینید فقط در مورد، یعنی برای کساییه که این دو شخص رو میشناسن. ما یک شخصی داریم اینجا، آیه علی علیزاده، و یک شخصی که داریم اسمش از امید دانا، اینم که سلمان رشدیه. من میخوام الان این چیز جالب انگیزی رو نشون بدم. فقط کسایی که این دو شخص رو میشناسن، حالا کسایی که نمیشناسن ولی میخوام ببینن، این دو شخص در حوزه مسائل مربوط به سیاست و اخبار و مسائل خیلی آنالیتیک در حوزه اخبار ایران و حالا بعضا مسائل مثلا تاریخی و ایدئولوژیک و بیا بعضا سیاسی اقتصاد سیاسی فعالیت میکنن. حالا بحث چیه؟ بحث اینه که حالا این سلمان رشدی اینجا چی کار داشته. پس اونایی که اینا رو نمیشناسن برن همین الان خروج، برن یه چیز دیگه ببینن. دو روز قبل، بیشتر مثلا 5 روز قبل، ما میدونیم که این آقای سلمان رشدی یک چاقو رفت تو چشش. حالا کاری نداریم که چی شد و فلان، بس اون نیست. علی چیزی بگم، هر دو شخص، یعنی علیزاده هم امید دانا، من برنامه هاشون رو دنبال میکنم سال هاست، به خاطر اینکه اعتقاد دارم آدم ها رو باید ازشون بتونی یاد بگیره، هر کسی رو باید اگر چیزی برای آدم از شمرم باید یاد بگیره، مثلا تو هر زمینه‌ای که در زمینه مثلا کاری که تو کربلا کرده، مثلا شمر اگر آشپزی خوبی بلده آدم باید بتونه آشپزی یاد بگیره از شمر. خب لذا من هر دوی اینا سالها دنبال میکنم و چیزهای یاد گرفتنی، اگر از من اسکپتیکم مثلا میرم مثلا گوش میکنم به بحثای حوزه تو کلاب هاوس، تو حوزه مثلا مسائل مثلا روان شناختی اونا رو مثلا دنبال. حالا 3 روز قبل دیدیم که بعد از اینکه سلمان رشدی ترور شد، اینا دعواشون شده بود، یعنی دعواشون شده بود که نمیگم چجوری، الان توییتر رو نشون میدم. اما این شخص که اسمش از امید دانا اومد یک موضعی گرفت که محکوم کرد این اتفاقی که برای این آقای سلمان رشدی افتاده بود که چاقو رفته بود تو چشش با چند ساعت تأخیر. بعد ها من راستی میخوام آنلاین الان برم تو یوتیوب ایشون یه چیزی رو نشون بدم که همون لحظه اسکرین، 2 روز قبل اسکرین شات گرفتم. ببینید حالا چند دقیقه دیگه حال توضیح، چند ساعت بعد این آقای علیزاده اومد و یه موضعی گرفت، حالا نه که این متفاوته با این، اما همونا رو گفت از نظر سیاسی، اما مثلا در حوزه این که مثلا مسائل اعتقادی برمیگشت، چون چیزایی که این شخص گفته بود چیزای اعتقادی بود، یه مقدار گفته بود به دلایل اعتقادی هم کار بدی کردن کسایی که اینو کشتن یا مثلا همچین چیزی، حالا کاری نه، اون موضوعیتی نداره. بعد یه بحثی بین اینا توی توییتر در میگیره که حالا بزرگ کنم میتونید بخونید. خب حالا قسمت قبلیشو نشون نمیدم. این علیزاده میاد میگه که اکاش داشتم ندارم الان. حالا تو توییتش هست، تو توییترش هست، من اسکرینشاتش نگرفتم الان. آیا علیزاده میاد میگه که هر کسی که مرتد هست رو باید کشت، قبلا هم مرتد بوده باید کشت، از دین خارج شدن فرقی نمیکنه که مثلا قبلا خارج شده یا الان توهین نمیکنه فلان، این همچین موضعی گرفت این آقای علیزاده. خب فرق تو جملهش این بود که فرقی هم نمیکند که اون شخص سلمان رشدی باشد، امید دانا باشد، مثلا کی باشد تو توییترش هست. بعد این شخص آقای امید دانا میاد اونجا جواب میده، میگه که مثلا همین چیزایی که ببینید نوشته که آقا جان مثلا قهر بده دیگه، تو آدم بدی هستی که این حرف رو زدی، خب مثلا دفاع کرده از خودش. حالا پرژر کجاست؟ تشدید این موضوع اینجاست. این شخص آقای علیزاده که گفتم مثلا چیزه، حالا شاید این موضوع پولیتیک باشه، من تهمت چیزم دادم گفتم مثلا تزویره، حالا شاید تزویر نباشه اما پولیتیک بوده. این اسکرین‌شات من همین الان گرفتم، مثلا 10 دقیقه پیش اومده جواب داده، نوشته که جناب عالی، اینو من شما رو نمیشناسم. خب این یه حالت مثلا تحقیر آمیز. خب حالا من یه دفعه یادم افتاد که 3 روز قبل، بیشتر آره 2 روز قبل حتی، ببین تاریخش مشخصه، 15 هشت الان 17 هشته آره دیگه، 2 روز قبل
من به طور اتفاقی رفتم داخل، اتفاقی که نه اتفاقی نرفتم آقا، من بخواستم ببینم چی میگه، اگر چیزی یاد گرفتنی هست ازش یاد بگیرم. آیا علیزاده برنامه گوش بودم برای همین سلمان رشدی، خب من این چند روز دنبال میکردم، چون قضیه سلمان رشدی من بچگی میشنیدم در توی خبرها و مرامی که کسی رو میخوان بکشنش، چرا مثلا انتقاد کرده، نویسنده است فلان فلان، بعد خودم چون ادبیاتی بودم خب چیز دیگه، اون رمانش چیز نیست، ارزش مثلا هنری چیزی نداره که مثلا مارکس نمیدونم آقای لوی فردیناند سلین نیستش که دنبالش بوده باشه آدم بده برمیدونی، خیلی خفن است. ولی خب این موضوعش جالب انگیز بود برای من که میخوام بکشنش، به خاطر همین من سلمان رشدی دنبال میکردم این چند روز که اتفاق افتاد بود، برام جالب انگیز بود. رفتم توی یوتیوب این آقا داشتم اینو نگاه میکردم، بعد من یه سیستمی دارم چون من تو یوتیوب خیلی وارد هستم، تجهیزاتم ضعیفه اما تو سیستم مثلا فنی یوتیوب که الگوریتمش اینا خیلی، یه سیستمی هست که به شما نشون میده که این شخص، شما اینو نمیبینید، شما وقت دارید یه ویدیو، همین ویدیویی که الان دارید میبینید قسمت پایینش رو نمیبینید، فقط توضیحاتش رو ببینید، که نشون میده این شخص آقای علیزاده یا قنبرزاده یا من یا مثلا هر کی، امیر تتلو متلو، برای اینکه به یوتیوب بفهمونه ویدیوش تو چه موضوعیه که یوتیوب بتونه اونو به کسای دیگه پیشنهاد بده، میان استری تگ استفاده میکنن، the tags. خب دو روز پیش من دیدم خیلی اتفاقی، دیدم که این آقای علیزاده یک، بزرگ کنم شما ببینید، 1, 2, 3, 4, 5, 6 این یکی هم کنارش باشه، ششمین تگی که استفاده کرده برای بیشتر دیده شدن ویدیوش اسم امید دانا بوده و چند تا جلوتر هم اسم چیز رودست بوده که اسم برنامه ایشونه. خب حتی مثلا چیزهای دیگه هم هست، بعد این آقای تحلیلگر هست، مثلا یک کسی دیگه هست اونم جالب، اما پرژر اینه، تشدید الان اینه. ببین ایشون برای بیشتر دیده شدن ویدیوی خودش که درباره سلمان رشدی اومده تگ زده اصلاح طلبان آقای تحلیلگر امید داناد به سومی. خب حالا این علتش چی بوده؟ مثلا من خودم الان این تو همین ویدیو استفاده میکنم، میام مثلا توی تگ ها نگاه میکنم، یه سیستم سرچی داره، سئو کاری نداریم، میام از چیزای اینم استفاده میکنم به خاطر اینکه کسایی که اونو دارن میبینن بیان اینم ببینن، یعنی یوتیوب بفهمه که این درباره اونم هست، حالا کاری نداریم اون موضوع بحثی چیز دیگه است فنیه. اما ایشون ببین فخرآور، من الان دیدم فخرآور برای چی زدی آقای علیزاده؟ شما فکر کنی کسایی که، چرا دیگه ممکن کسایی که همین نکتهش همینه دیگه، کسایی که مطالب فخرآور رو ببینن ممکن بیان اینم ببینن حتی اگه موافق نباشه. بن سلمان، آخه سگ بن سلمان سرچ میکنه آقای علیزاده، ببینم تا وقتش دو تا دیگه شو ببینم، فرداد فرخزاد جلیلی من و تو چین چه ربطی داره؟ والا بعد آموزش یوتیوب هم آموزش سئو کردنم یاد آقای علیزاده، چین چه ربطی داره به این؟ کسی بیاد چین سرچ بکنه بعد میاد ماجرای ترور سلمان رشدی ببینه؟ کاری نداره. آه اینو من میخواستم بفرستم، این اسکرین شاتی که گرفته بودم و دو روز قبل من میخواستم بفرستم برای یک شخص، یکی از این دو نفر، خب دیگه معلومه برای این دیگه، واسه برای این بفرستم یه راهی پیدا کرده بودم که از اون طریق برای این بفرستم که اینو نباید الان فکر کنم میگفتم، اما که چیز بکنه به هر حال، ولی نفرستادم، یادم رفت یا هر چیزی، یعنی اسکرین شات که گرفتم به این خاطر گرفتم، در مورد سئو بود، یادم اومد چرا میخواستم بفرستم، میخواستم به ایشون بگم که رتبه سئو ایشون اینقدر بالاست یا یه همچین چیزی، نمیدونم فکر کنم الان دروغ گفتم، آره ولی حالا به هر حال میخواستم بفرستم، یادم رفت به دلیلی میخواستم بفرستم، یادم رفت و دیگه فراموشم شد، دیدم که این توییتو دیدم که علیزاده اومده نوشته که جناب عالی، بعد یه دفعه اون اسکرین شات اومد تو ذهنم که تو اینو نمیشناسی یعنی جناب عالی. آقا یه دروغ دیگه هم همین الان گفتم، بذار اعتراف بکنم، این توییت نبود، من یکی از برنامه‌های ایشون همین نیم ساعت پیش تو یوتیوب داشتم میدیدم که در همین باره بود، داشت صحبت می‌کرد درباره علیزاده، درباره خودش و کلا مسائل کریر خودش، یه دفعه رسید به علیزاده، این موضوع رو ترک کرد که ایشون اومده گفته جدا، ولی من یاد اسکرین شات افتادم،
گفتم ای این راستی توی یوتیوبش میاد از تگای این استفاده میکنه و دونید جنابالی این رفتار در واقع آقای حافظ هم که ما میشناسیمش، ایشون حافظ شیرازی، حافظ اهل شیراز، در دیوان سر تا پا مشکلی که ایشون داره با سایکی انسان، یعنی با یعنی با چیزی که دو جامعه باهاش اعصابشو بریزه به هم، همین تزویره از برخی افراد. شما اگه سرچ بکنید توی دیوان حافظ هزاران بار واژه تزویر رو میبینید، تزویر و ریا، تزویر فلان فلان فلان. خب من حس کردم این حس مزورانه در این پاسخ دیدم و روانم رو ریخت به هم. خب روانم رو ریخت به هم، نتونستم چیز بکنم، خودم رو کنترل بکنم و نیام این اسکرین شاتی که گرفته بودم رو نشون بدم. ایشون میگه که من نمیشناسم این، مثلا جنابالی، جنابالی، آی جنابالی، بیا الان دوتاشو میارم تو یک کات. آی جنابالی، اگر شما اون جنابالی که نمیشناسی، این چیه؟ این چیه؟ این چیه؟ خیلی بده. مزور بودن بده. من نمیگم ایشون الان رفتار مزورانه کرده ها، البته اینم بگم حس کرده، یعنی حس مزورانه. اما الان که دارم از بیرون یه چند ساعت گذشته دارم نگاه میکنم، چون آدم های حالت هیجانی هم دارن که سیستم لیمبیکشونه، اما یه سیستم فرونتال ما داریم که نقادانه نگاه میکنه. الان که دارم نگاه میکنم یه چند ساعت گذشته، چیزم کم، عصبانیتم کم شده، حس میکنم ایشون پلیتیک زده به خاطر اینکه جالب انگیز مثلا حرص اون رو در بیاره. اینجا گفته که جنابالی، یعنی حالت چیز بوده، مزورانه شاید نبوده و حرص درآورنده بوده. نمیدونم راست، حالا ببینم، باز فکر میکنم ببینم که واقعیت ماجرا چی بوده که ایشون اومده همینچین پاسخ. اما میشناسدش؟ مگه میشه نشناسه؟ من والا دبیرستانی بودم خیلی سال پیش، الان من 30 سالم دیگه، 31 سالم، اون موقع 17 سالم و 16 17 سالم بود. این یه بچه‌ای بود اولین بار من موقع تو فیسبوک، یوتیوب، موقع فکر اصلا یوتیوب باز نمیشد، اون موقع کسی تو یوتیوب نبود اصلا. ایشون تو فیسبوک، حالا بعدا توی ویدیوهای دیگه اگه کسایی مطالب ایشون رو دنبال می‌کنن یا ایشون میتونن بنویسن تو کامنت ها درباره مطالب ایشون و قصه های من درباره اینا چیزایی بیان بگم. ایشون ما موقع دبیرستانی آهنگ مثلا نقی و اینا که اومده بود زمان شاهین نجفی، اون موقع رو دارم میگم، سال اول دانشگاه، دبیرستانی نبودم، آره سال 90 اینا، حتی آره 89 نه پیش دانشگاهی بودم، مثلا 89 90. ایشون تو فیسبوک احمد شاملو رو مسخره میکرد، نمیدونم هوشه آقای گلسرخی رو مسخره میکرد و فلان. از اون موقع فعالیت مسخره که نمیکرد، مثلا اومده بود چیز میکرد، مثلا انتقاد میکرد، چون مسخره کردن از انتقاد بهتر، مسخره کردن یه هم سرگرم کننده است. مثلا برخی ها میگن که موهای ایشون مثل چیزه خانوم مسیح علی نژاده. خب این کاری که من الان کردم مسخره کردن، این الان خیلی جالب انگیز تره تو من بیام اینجا رو نقد بکنم. این جنبه کارگاهی داشت. خب ایشو از سال امید دانا از سال 90 داشته فعالیت میکرده توی فیسبوک، کسی جرات نمیکرد اون موقع ویدیو بذاره، ویدیو نمیشد بذارید، عکس من میرفتم مثلا بالا میدون فلان میگرفتم میذاشتم اونجا، یه مطلب زیرش مینوشتم. ایشون موقع از اون ما فعالیت میکرد با کیفیت ضعیف ویدیویی و صوتی و اینا، مثل همین کاری که من الان دارم میکنم که میبینید صدام خوبه ولی تصویرم خود خرابه، اما این بهترین کاری که میتونم بکنم. ایشون موقع فعالیت میکرد، مگه میشه این که تو بی بی سی اون موقع خبرنگار بوده چیز بوده به عنوان مثلا تحلیلگر میوردنش تو بی بی سی با گاهی وقتا، از سال 80 اونجا بوده، توی لندن بوده، اینو نشناسه؟ بعد نیست جنابالی، همین دیگه، به علکی دارم علکی کش میدم این ویدیو رو. خب دیگه فعلا همین، چیزهای دیگه که اگر کشف کردم میام اینجا نشان میدم به شما، اگر که هیچی، پر از نظرات مخالف. الان اگر الباز همون نظر موافقا رو ننویسید، فقط مخالف بنویسید که در موردش دیسکورس بشه و بتونیم گفتگو بکنیم. امروز 17 آگوست 2022، میشه 26 نیمه شب 26 مرداد 1401، بنده در تهران این ویدیو رو ساعت 1 بامداد ضبط کردم. فعلا همین، همگی بای 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 بای.